همزمانه با افزایش درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان، منتقدان سازمان ملل متحد این نهاد را به ناتوانی در انجام وظایف اصلیش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی، متهم می‌کنند. در حالی که جنگ‌های غزه و اوکراین ادامه دارد، اختلافات میان قدرت‌های بزرگ شورای امنیت این نهاد را به بن‌بست کشانده است. همکارم در گزارش خود این موضوع را بر مورد بررسی قرار داده که با هم می‌بینیم. با ادامه جنگ‌ها و افزایش تلفات غیرنظامیان در نقاط مختلف جهان، از جمله غزه و اوکراین، انتقادات از سازمان ملل متحد به دلیل ناتوانی در پایان دادن به خشونت‌ها شدت گرفته است. شورای امنیت که وظیفه حفظ صلح جهانی را بر عهده دارد، به دلیل استفاده مکرر از حق وتو توسط قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و روسیه، در بسیاری از موارد به بن‌بست رسیده است. منتقدان معتقدند که سازمان ملل در مأموریت اصلی خود، یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی، شکست خورده است. جنگ‌های بی‌پایان و بحران‌های جاری در نقاط مختلف دنیا از جمله سودان و غزه، نشانگر ناتوانی این نهاد بین‌المللی در مقابله با خشونت‌ها و تأمین امنیت غیرنظامیان است. با این حال، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، تأکید دارد که مشکل اصلی نه در ساختار سازمان، بلکه در رفتار دولت‌ها نهفته است. او به نقش بشردوستانه سازمان ملل متحد اشاره می‌کند و معتقد است که این نهاد همچنان به نجات جان انسان‌ها در شرایط دشوار ادامه می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند که سازمان ملل با وجود محدودیت‌هایش همچنان مهمترین نهاد چند جانبه برای گفتگو و هماهنگی بین‌المللی است. آنها بر این باورند که علی‌رغم انتقادات گسترده، حذف سازمان ملل به ضرر جامعه جهانی خواهد بود. همچنین از آنجا که بسیاری از دستاوردهای این نهاد در جلوگیری از جنگ‌ها ناپیداست، این سازمان همچنان به عنوان بستری ضروری برای صلح و امنیت جهانی باقی می‌ماند. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، با توجه به انتقادهای اخیر نسبت به ناتوانی سازمان ملل در پایان دادن به جنگ‌ها، به نظر شما آیا ساختار این نهاد نیاز به اصلاحات اساسی دارد یا مشکل اصلی در رفتار قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت نهفته است؟ بله، ابتدا این توضیح بدم که از نگاه بسیاری از صاحب نظران در انتقاد از سازمان ملل متحد، این تعبیر رو استفاده میکنن که تو گویی سازمان ملل متحد با این هزینه، با این خرج، با این ابعادی که داره، شده از مانند یک آتش نشان که منتظر می ایستد آتشی در بگیرد، تازه میره برای اینکه خاموشش کنه. حالا در با این قصد خاموش کردن میرود، آیا میتواند آیا نمیتواند، بحث دیگریه. در حالی که بر اساس متن مصرح در منشور سازمان ملل متحد، تأمین صلح و امنیت بین المللی دو عنصر اساسی از وظایف سازمان ملل متحد هستش که این دو رو تأمین و ایجاد بکنه، صلح و امنیت بین الملل. الان شما نگاه کنید که در طول عمر سازمان ملل متحد چه جنگ هایی در گرفت، این سازمان اصلا نتوانسته بود جلوگیری بکنه. الان همین الان هم که ما دو تا بحران بزرگ رو داریم، برای دو سال نیم در اوکراین جنگ شده، حدود یک سال در غزه تحولات منطقه خاورمیانه هست، سازمان ملل چیکار کرده جز اینکه آقای گوترش آمده و راه اظهار ناخرسندی و اظهار نگرانی کرده؟ پس بنابراین سازمان ملل دچار ضعف‌ها و مشکلات بسیار زیادی است. اما اینکه این مشکلات به کجا برمیگرده، آیا به ساختار سازمان ملل متحد برمیگرده یا نقش کشورهای بزرگ، در واقع هر دو درست هستش، به دلیل اینکه همون منشور سازمان ملل متحد هستش که 5 کشور رو متمایز از کشورهای دیگه کرده، دارای حق وتو کرده، و این کشورها و
بر اساس منافع خودشون، اونجایی که منفعت خودشون هست، نه اینکه منفعت جامعه جهانی که جنگی در نگیرد یا صلحی برقرار شود، میان و از قدرت وتو خودشون استفاده میکنن. مثلا در مورد امریکا و اسرائیل میدونیم نزدیک به 50 قطعنامه بوده است که توسط امریکا وتو شده است. 50 قطعنامه وتو شدن عدد کمی نیست که کار رسیده است به شورای امنیت، چون یه پرونده ای خیلی به سختی میره وارد به شورای امنیت میرسه. حالا به شورای امنیت برسه، نه یک بار نه دوبار 50 بار قطعنامه وتو شده باشد، اونم توسط کشور امریکا. بله. البته اقداماتی هم انجام شده در اینکه قدرت مجمع عمومی رو نسبت به شورای امنیت اضافه کنن و یه مقدار الان مجمع عمومی فعالیت های بیشتری داره، ولی مسئله این هستش که تصمیمات و قطعنامه های مجمع عمومی الزام آور نیست، برخلاف شورای امنیت که الزام آور هستش. به هر حال صحبت رو کوتاه کنم، میخوام بگم که مسئله این که سازمان ملل بتوانه نقش خودش رو ایفا بکنه، هر چقدر که از جنگ جهانی دوم که این سازمان تأسیس شد، بعد از جنگ جهانی دوم، هر چقدر جلوتر رفتیم، این نهاد ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شده. الان هم بهش امیدی نیست، ولی مسئله این هستش که اگر بخوایم سازمان ملل رو کنار بگذاریم، به چه سازمان دیگری، به چه ابزار دیگری، چه مکانیزم دیگری در دسترس ما هست که بتوانیم مشکلات جهانی رو حلش بکنیم؟ راه حلی وجود نداره مگر اینکه به تقویت سازی همین سازمان ملل متحد بپردازیم، که خودش بحث بسیار طولانی داره که حالا من در اینجا بهش نمیپردازم. بله. در حال برمیگردم به صحبت اولم که سازمان ملل تو گویی شده مانند یک آتش نشانی که آتشی افروخته میشود، این تازه بودو بودو میره که بلکه اون رو خاموش کنه. میتواند یا نمیتواند، اتفاقا در همین هم بسیار ضعف داره و بسیار از آتش ها رو نمیتواند خاموش کنه. بله. بنابراین بسیار از وظیفه ذاتی خودش عقب مونده است. از شما سپاسگزارم، دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن.